با این صورت جنگ شروع شد. ببینید دشمن در همون قدم‌های اول تا 10-12 کیلومتری اهواز آمد جلو، یعنی خمپاره 60 دشمن به حومه اهواز میرسید. اینجوری آمدن از پل نادری در قسمت دزپول گذشتن، وارد قسمت این طرف رودخانه دزپول شدن، یعنی هم دزپول هم اهواز و هم شهرهای مهم دیگر خوزستان در معرض خطر قرار گرفتن. دشمن در حمله اول اینجوری وارد شد، ما اینجوری بودیم. بعد نیروهای مسلمان، نیروهای انقلابی با نهیب امام بزرگوار که خود او یکی از معجزات دهر بود، خود او از آیات بزرگ الهی بود، آیت الله العظمای واقعی او بود، خودشون رو پیدا کردن نیروهای ما. ارتش یه جور، سپاه یه جور، بسیج یه جور، نیروها خودشون رو پیدا کردن، از امکانات خودشون استفاده کردن، از قوتی که در اونها نهفته بود و اون رو کشف نکرده بودن استفاده کردن. این قوت فقط قوت جنگیدن و شجاعت و تو میدان رفتن نبود، یکیش این بود، قوت مدیریت بود، مدیریت، سازماندهی، ابتکار، ابتکار عمل، این کارا بود. صفحه جنگ رو دگرگون کردن. جنگ در سال 59 شروع شد با همون خساراتی که عرض کردم. در سال 61، در فروردین 61، چند هزار اسیر در عملیات فتح المبین از دشمن به دست نیروهای ما افتاد. یعنی فاصله رو ببینید، در ظرف یک سال و نیم حرکت پیشرفت نیروهای مؤمن و انقلابی جوری بود که عقب نشینی تا نزدیک اهواز و عقب نشینی تا نزدیک دزپول تبدیل شد به عملیات مثل عملیات فتح المبین که حدود 10,000-12,000 چقدر از دشمن اسیر فقط گرفتن. اینه، این واقعا یکی از ایام الله، ایام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس. اینو باید زنده نگه داره. این یک ثروته.